عزیزان، یادواره شهدا، تجلیل از شهدا به این است که بدانیم رمز پیروزی آنها، رمز موفقیت کسانی که توانستند، امام بزرگواری که توانست یک ملت رو بسیج کنه، یک ملت رو در برابر دشمنان بسیج کنه، همین یک کلمه است. ابراهیم در میانه آتش فریاد زد یا واحد و یا احد، یا صمد، یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، توکلت علی الله. دیروز هشتم ذی‌حجه بود، یه قافله از مکه حرکت کرد، یه خطبه خونده، یک سخنرانی کرده، از دیروز راه افتاده، دوم محرم به کربلا میرسد، یه خطبه خونده و حرکت کرده. خطبه امام حسین سلام الله علیه، هفتم ذی‌حجه، حرکتشون هشتم ذی‌حجه، خطبه چی بود؟ خط الموت علی ولد آدم، مخط القلادت علی جید الفتاد، تا میرسد به اینجا، من کان باذلا فینا مهجته و موطنا علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا. هر که آماده است، باذلا موطنا، هر کسی نمیتونه در این راه قدم بگذاره. خیلی آمدن با امام حسین سلام الله علیه، برگشتن، من کان باذلا فینا مهجته و موطنا علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا. ندیدم کسی در شعر فارسی به زیبایی نیر تبریزی این خطبه امام حسین سلام الله علیه رو که حضرت روز هفتم خوندن، وعده حرکت دادن و دیروز از مکه راه افتادن، ندیدم کسی این خطبه رو به این زیبایی در شعر فارسی آورده باشه. گفته ای گروه هر که ندارد هوای ما، سرگیرد و برون رود از کربلای ما، این عرصه نیست جلوه گه روبه و گراز، شیرفکن است بادیه ابتلای ما، تا دست رو به خون نشست می نیافت کس راه طواف در حرم کبریای ما، ما پروریم دشمن و در خون کشیم دوست، کس را وقوف نیست ز چون و چرای ما، ناداده تن به زاری و ناکرده ترک سر، نتوان قدم گذاش به خلوت سرای ما، برگردد آن که با هوس کشور آمده، سر ناورد به افسر شاهی گدای ما. اشعار طولانیه، تا میرسه به اینجا میگه امام حسین فرمود اونایی که به هوس دنیا اومدن برگردن، آخرش میگه برگشت هر که طاقت تیر و سنان نداشت، چون شاه تشنه کاری به شمر و سنان نداشت. آقا راه افتادن، شرایط نشان نمیدهد که ابتداست، ابتدای راهه، نشان نمیده کار پایانش به کجا میرسه. علی‌الظاهر کوفیان اعلام هماهنگی و همکاری کردن، ببینید آقا رسیدن روز نهم، این تاریخ طبری است، از تاریخ‌های قدیمی ماست، نهم محرم. دو نفر از کوفه آمدن، گفتن آقا ما از کوفه میاییم، تمام مردم کوفه در برابر شما ایستادن، این کوفه اون کوفه ای نیست که به شما نامه نوشتن بیا ما آماده ایم، دسته دسته هزار هزار لشکر در برابر شما آماده شده. عزیزان جواب امام حسین چی بود سلام الله علیه؟ جواب امام شهدا، سید الشهدا سلام الله علیه چی بود؟ یک جمله فقط فرمود حسبی الله و نعم الوکیل، حسبی الله و نعم الوکیل. ما وکالت کارمون رو به خدا واگذار کردیم، خدا برای ما کافی است، ما در این مسیر باید قدم برداریم، وظیفه ما. چقدر این جمله رو از امام راحل رضوان الله علیه شنیدیم که می‌فرمودن ما مأمور به تکلیفیم. اون روزی که تنهای تنها بود، اون روزی که از این کشور به اون کشور، اون روزی که پشت مرزها جا مونده بود، اون روزی که هیچ کسی جرأت نمی‌کرد به امام پناه بده، با اون روزی که آمد این ملت در بهشت زهرا سلام الله علیه اون استقبال رو ازش کردن،
فرقی نداشت، حسبی الله و نعم الوکیل، درس اخلاص، درس توحید. امروز هم اگر همون اخلاص، همون خدا باوری، همون نگاه توحیدی در زندگی ما، در جامعه ما باشه، مطمئنن بر همه مشکلات خواهیم آمد. حسبی الله و نعم الوکیل. من ادامه این آیه رو بخونم. آتیناه فی الدنیا شاکرن لانعمه. ویژگی ابراهیم اینه، سپاسگزار نعمتهای الهی. اجتباه و خدا رو انتخاب کرد. خانواده های معظم شهدا، باور ندارید، یقین دارم این باور رو شما به مراتب بیشتر از من در قلبتون و در فکرتون و در تمام وجودتون دارید که فرزندان شما رو خدا انتخاب کرد، مجتبا و مصطفای خدا بودن، خدا اونها رو برگزید، خدا انتخاب میکند. شما ببینید گذشت، هزاران سال بگذرد، تمام مردم از همه عالم باید جمع بشن، چه کنن؟ یه سری به این اعمال حج، به برنامه هایی که حاجی ها در حج دارن نگاه کردید؟ چه خبره؟ حاجی ها چه میکنن؟ طواف خانه خدا، نه فقط طواف خانه خدا، دور قبر یه مادر باید بگردن. هاجر، یک مهاجر الالله. روزی که ابراهیم این مادر را آورد با فرزند شیرخوار، این تسلیم، این اخلاص، این توحید، یه نگاهی کرد. این آیات قرآن، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. خدایا من نسل خودم، من ذریتی، طفل شیرخوار خودم رو آوردم کجا؟ واد غیر ذی زرع. الان برید ببینید، هزاران سال گذشت، هنوز مکه از سنگهای مکه آتش میباره، محل زرعی نیست، گیاهی نمیروید. انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. برای تو ربنا لیقیم الصلا، برای اینکه نماز رو زنده بدارن، اقامه نماز. فقط یه دعا کرده ابراهیم، الله اکبر، فاجعل افئده من الناس تهوی الیهم. خدایا من فرزند شیرخوارم رو گذاشتم برمیگردم، یه تقاضا از تو دارم. عزیزان، اگر سخنی رو از این سخن در این یادواره شهدا و در این شب عید قربان، شب عید قربانی دادن در نظر داشتم، اون سخن رو قطعا مقدم می‌داشتم. ببینید این درس توحید و اخلاصه. یه دعا کرده ابراهیم، فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم. خدایا من رفتم، من طفل شیرخوارم رو اینجا گذاشتم و میرم. پیاده نشد ابراهیم از مرکب، اجازه نداشت پیاده بشه، همسر خودش و طفل شیرخوار رو گذاشت. فقط یه دعا کرده، خدایا دل عالم و قلب عالم رو متوجه اینجا کن. چجوری این دعا مستجاب شد؟ شما مسلمانی رو سراغ دارید در عالم آرزوی دیدار کعبه نداشته باشید؟ شما کسی رو سراغ دارید 10 بار، 20 بار، 50 سفر حج مشرف شده باشه، باز هم آرزوی دیدار کعبه نداشته باشه؟ فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم وارزقهم من الثمرات. یعنی شما برای خدا قدم بردار، خدا دل عالم رو متوجه تو میکند. امام ما، عزیزان، امام بزرگوار ما برای خدا قدم برداشت. ببینید امروز در عالم، همه عالم نام امام بر سر زبان هاست، هر کسی در برابر هر ستمگری میخواهد بایستد از نام امام، از افکار امام، از یاد امام. فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم.